أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عرض سلام و ادب مجدد دارم خدمت همه شما مؤمنین، برادران و خواهران. امیدوارم آیات تلاوت که تلاوت کردید ان شاء الله مورد قبول درگاه الهی قرار بگیرد. الحمدلله جزء 15 قرآن کریم را تلاوت نمودید. آیات خیلی زیبایی دارد و خیلی هم بحث دارد. این آیات درس‌های بزرگ زندگی دارد، ولی بنده در حد چند دقیقه فقط اشاره میکنم و انشاءالله تدبر و تفسیر و تفکر و عمل به آیات رو به خود شما عزیزان واگذار میکنم. خب در ابتدای این سوره از همین آیه اول که میفرماید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. چقدر زیبا هست این سفری که احدی غیر از پیامبر اسلام در اون سفر نرفت. پاک و منزه هست خدایی که بنده اش، بنده خاص خودش محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو یک شبه از مسجد الحرام به مسجد اقصا و اون را با برکت به معراج عروج داد و اونجا نشانه های عظمت را پیامبر گرامی اسلام مشاهده فرمودند و روایات زیادی داریم از مشاهدات پیامبر گرامی اسلام و درس‌های زیادی که حضرت برای ما مسلمانان از اون سفر با برکت و معنویت آوردن. خب درس‌های زیادی ما از این آیه می‌گیریم. اولین درس این هست که اون چیزی که خیلی را زود به منزل و مقصود می‌رسانن شب است. در یک شب پیامبر گرامی اسلام این سفری رو که احدی نه قبل اون و نه بعد اون تا روز قیامت انجام داده نمیتوانند و ندادند، پیامبر توسط روح قوی خود به این سفر و با عنایت الهی نائل شد که ما معتقدیم که حضرت با روح و جسمش به این سفر معنوی رفتند. کتاب های مفصلی راجع به معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمشته شده است. فرصت شب بهترین فرصت هست. سکوت و فراغت زمانی که مخصوصاً بعد نصف شب که همه خواب رفتن، عارف و سالک و انسانی که میخواهد این طریق الالله را به پیمایت بهترین فرصت هست. همه جا ساکت، خلوت، ذهن باز، نه زنگ تلفنی هست، نه هیچی، نه مشکلی خاصی. اینجاست که قرآن را باز بکنیم، تلاوت کنیم با نماز آیات، نماز شب، با دعاهای خاص، با دعاهای سحر که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن ان الوصول الی الله عز و جل سفر لا یدرک الا به امتقاء الله. کسی که میخواهد در عظمت الهی برسد، در سفر الالله حرکت بکند، این سفر هیچ کسی به این سفر رفته نمیتواند، رسیدن به این سفر، حرکت کردن در این سفر به هیچ وجه ممکن نیست مگر با مرکب شب. شب هست که خیلی از عاشقان به معشوق واقعی و حقیقیشان میرسند. لذا ماه رمضان ماه تلاش هست. مثل امشبی دیگه رمضان به نیمه پایانی خود نزدیک شد. تا چشم به هم بزنیم تمام شد. این شبهای عظیم آخر ماه رمضان مخصوصا شبهای قدر رو ما در پیش رو داریم و انشاءالله استفاده بکنیم. خب آیات 26 و 27 سوره اسراء درباره اسراف بلایی که دامنگیر خیلی از ما غرب نشینان شده است. الان
مؤمنین حتی مسلمانانی که در غرب زندگی میکنن از این فرهنگ اسراف، این فرهنگ رو گرفتن و خیلی اهل اسراف و تبذیر شدن که ما باید برخلاف این عمل بکنیم و این آیات را امشب یادداشت بگیریم. ولا تبذر تبذیرا، هیچ گونه اسراف و بالخرجی نکن. بعضی ها میگن نگه حالا که ما داریم، حالا ولو داشته باشیم، ولو خدا عنایت کرده است، این مسئولیت ما زیاد هست. این پول که همینطوری خدا به ما نداده است، این سهم فقرا، سهم مستمندین، سهم کسانی که الان پوست استخوان شدن، سهم اونها هم است. اینها امانتهای الهی است که به دست ما رسیده است. ما باید ما اسراف بکنیم. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کسانی که اهل اسراف هستند اینها برادران شیطان هست. چرا بدر گفته؟ بدر مثل که دهقان دانه ها را میپاشد، همینطوری میپاشد هر طرف. اسراف کننده همینطور هست، پول، دارایی، ثروت خود را ولخرجی میکند و همینطور. و کان الشیطان لربه کفورا، همونطور که شیطان ناسپاس در مقابل خدا بود، انسان اسراف کننده هم همینطور هست. لذا در این شب و روزی که خیلی مسلمانان مؤمنین دچار مضیقه هستند، ما فقط اگر همین اسراف ها، اگر همین مهمانی هایی که دیگه کم کم الحمدلله در سیدنی و استرالیا آغاز خواهد شد با این رفع کرونا، از اینها ما اگر جلوگیری بکنیم، نمیگیم مهمانی نباشد، مهمانی باشد، اما مهمانی سالم، یک نوع، دو نوع، سه نوع غذا، نه ده نوع غذا، که هم بر جسم ما ضرر هست، هم بر پول ما، هم جزء مصرفین قرار می. همینها را که اگر ما درست بکنیم، اضافه اون را می توانیم چندین خانواده را در کشورهای مختلف تأمین بکنیم. درس سوم دوری گزیدن از محیط گناه هست. آیه 32 این سوره چند تا لا تقربو دارد و خیلی جالب هست. همین دو شب قبل ظاهرن با قاری صاحب راشد مرادی که می رفتیم در طرف خانه، ظاهرن همین ایشان فرمودن که چند جای ما لا تقربو داریم، نفرموده که این کار رو نکنید، فرمودن که حتی نزدیک اون نشید. ساید مثال اونها روی مال یتیم بود، روی این فاتحه هایی که کسانی مثلا فاتحه میگیرن خرج میکنن، در حالی که اون میت صغیر هم دارد که مال صغیر بردن حرام است. نفرمود از مال یتیم رو نکنید، لا تقربو مال یتیم، به مال یتیم نزدیک نشید. در اینجا هم فرمودن ولا تقربو الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، اصلا نزدیک زنا نشید، نزدیک محیط گناه و جایی که نامحرم هست نشید، چون اینها کم کم زمینه. انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، چون کار زشت و راه بدی هست. خب اولین تماس و اولین پیامک به نامحرم آغازیست برای یک فاجعه، یک گناه کبیره، که لذاست که ما نباید نزدیک این کار بشیم که بعداً بعد بیاییم و پشیمانی بکنیم. خب لا تقربوا مال یتیم و اینها هست که بحث‌های زیادی دارد که من می‌خواهم کوتاه عرض بکنم. خب درس دیگری را که ما می‌گیریم، مخصوصاً در این شب‌های پایانی ماه مبارک رمضان، بحث اهتمام به نافله شب هست که در همین سوره آیه 79 می‌فرماید و من اللیل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. چقدر آیه زیبایی است. ای کاش من و امثال مثل من به این آیه یقین پیدا بکنیم. فرمودن یک قسمت از شب را تهجد بکن، عبادت بکن، شب زنده‌داری بکن و به عبادت بپرداز، شاید که به یک مقام بالایی برسی، مقام محمود. خب بحث‌های زیادی در اینجا هست که من از بین همه اونها می‌خواهم این آیه اخیر را
از سوره کهف آیه 46 خدمت شما به عرض برسانم که واقعات الصالحات هست. المال والبنون زینت الحیات دنیا. این همه مصرفی که ما برای فرزندان میکنیم، برای خانه و اینها میکنیم، مال و اموال و فرزندان، فرمودن اینها زینت حیات دنیای شما هست. اون چیزی که بر شما باقی میماند و الباقیات و صالحات و خیرون عند ربک ثوابا و خیرون عملا. باقیات و صالحات، صدقات جاریه، اینها چیزهایی است که بهتر هست بر شما و اینها بر شما باقی میماند. لذاست که انشاءالله با این تصمیمی که عزیزان گرفته است و به این مناسبت هم در شام ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام استارت این کار خورده است که انشاءالله توضیحات بیشترش رو خدمت شما به عرض میرسانیم. بنیاد سفره امام حسن مجتبی علیه السلام که خیریه و قرض الحسنه هست و بیشتر نگاه ما قرض الحسنه هست که انشاءالله توضیحات رو عرض میکنیم که این یک صدقه جاریه هست و تا وقتی که این قرض جریان داده است ولو تا ابدالآباد انشاءالله این صدقه جاریه خواهد بود که انشاءالله در قسمتی خدمت شما به عرض میرسانیم که میخواییم یک کار بکنیم که اونهایی که نمیخواهند دستشان پیش مؤسسات دراز باشد و یا به عنوان یک فقیر مال رو بگیرند، الان مشکل پیدا کردن، شاید یک سال بعد، ده سال بعد دستشان باز بشد و یا آدم های محترمی بودن، امکان دارد که دوباره اینها اون مالهایی که ضبط شده است، اون مالهایی که الان در دستشان نیست، بتوانند شرافتمندانه از این صندوقهای قرض الحسنه قرض بگیرند و دوباره خودشان مصدر خیر بشود و بیشتر از اون به دیگران قرض بدهد. خداوند انشاءالله این توفیقات را به ما عنایت بگرداند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.